بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. زمین گهواره کابوس های تلخ انسان بود. زمین گهواره کابوس های تلخ انسان بود. زمان چون کودکی در کوچه های خواب حیران بود. خدا در ازدحام ناخدایان جهالت گم، جهان در استراب و ترس در آغوش هذیان بود. صدا در کوچه های گیج می پیچید و بی حاصل سکوت هرزه سرگردان در صحرا و بیابان بود. نمی رویید در چشمی به جز تردید و وهم و شک، یقین تنها سرابی در شکارستان شیطان بود. شبی رویای دور آسمان در هیئت مردی، برغم فتنه های پیش رو در خاک مهمان بود. جهان با نامش از رنگ و صدا سیراب شد. آخر محمد واپسین پیامبر خورشید و باران بود. با درود سلام و صلوات بر حضرت ختم مرتبت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت پاک و مطهرشان و سلام بر شما ساکنان دیار مهر و معنویت، به تماشای این برنامه خیلی خوش آمدید. خیلی خرسندم و خدا را سپاسگزار که باز هم توفیق آن را داریم تا در این ایام خجسته و میلاد خجسته پیامبر مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و امام صادق علیه السلام مهمان نگاه های ناب و نورانی شما خوبان و عزیزان هستیم. تبریک عرض می کنم این خجسته میلاد را خدمت همه شما خوبان و عزیزان و انشاءالله که عیدی ما تعجیل فرج آقای امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشد. با کمال امتنان و افتخار با برنامه به وقت بیداری به گونه زنده و مستقیم روبروی شما خوبان و عزیزان هستیم و در محضر استاد ارجمندم جناب استاد مصباح کارشناس امور دین. جناب استاد سلام بر شما، خیلی خوش آمدید. سلام علیکم. ممنون شما. سلامت باشین استاد، خیلی خوشحالیم که در خدمتتان هستیم. بفرمایید ابتدا اگر سلام علیکی با بیننده ها دارید. بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نستعین و نستغفره و نستهدی و نصلی و نسلم علی خاتم السفراء و المرسلین أبي القاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين. در آغاز گفتگو بنده هم خدمت مجموعه عواملی که چون این فرصتی را فراهم می‌آورند و همچنین برای حضرت عالی و شنوندگان و بینندگان این برنامه، حاضرین و غائبین، خانم ها و آقایون، عرض سلام و ارادت دارم. علیک السلام. علیک السلام. انشاءالله و امیدواریم که خداوند بزرگ در چنین ایامی جان ما را پر از رحمت، دانش، مهربانی و مهرورزی بنماید. انشاءالله. انشاءالله. و همچنین در آغاز گفتگو میلاد پربرکت پیامبر عظیم الشأن اسلام محمد مصطفی صلوات الله علیه و آل محمد و عجل و همچنین آل ایشان امام صادق سلام الله علیه را به همه جهانیان و آنانی که دنبال حقیقت و نجات هستند تبریک و تهنیت عرض میکنم و برای همگان حسن عمل و عاقبت خیر استدعا دارم. انشاءالله. تشکر استاد، خیلی ممنون از اینکه وقت گذاشتید و در برنامه تشریف آوردید. استاد همونطوری که در جریان هستید موضوع برنامه ما کارنامه کامیاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم. بگین پیامبر چه کارنامه ای را داره؟ از زیبایی های زندگی پیامبر، از زیبایی های وجود نازنین پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم.
اگر اجازه بدید من یک سه جمله یا دو جمله را برای ورود در بحث که تناسب با این ایام دارد عرض بکنم و بعد وارد بحث اصلی می شویم. جمله ایست از رسول گرامی اسلام، می گه لم ابعث لعانا ولكن بعثت داعیا و رحمه، اللهم اهدنی قومی فانهم لا یعلمون. سیار پیامبر این واژه لم ابعث و این در کلام پیامبر گرامی اسلام در جای جای به مناسبت های مختلف صادر شده. یکی از جایی که این کلام با این ادبیات برون آمده است همین است که لم ابعث و یا لم ابعث لعانن، من وظیفه‌ام رسالتم این نیست که دیگران را از رحمت و آنچه خداوند بزرگ برای همگان فراهم ساخته دور بکنم. بله، چون فرق لعن و فرق فحش که ما داریم، ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوا بغير علم، سب یک مقوله که حرام مشخصا نسبت به همه، اما لعن یک نوع درخواستی است و فراتر از اون یک نوع اقدامی است که دیگران را مانع بشیم از مواهب و منابع حیاتی جلوگیری به عمل بیاوریم، در مقام لفاظی یا در مقام ذهن یا در مقام عمل. درست. در هر دو مقطع اینم چیز خوبی نیست. پیامبر گرامی اسلام میخواهد برساند که حالا در ادامه بحث این ویژگی ها و خصوصیت های این بزرگوار روشنتر خواهد شد و اون این است که میگه من نیامدم که دیگران را از آنچه اونها را بالنده و بالا برنده هست باز بدارم، بلکه من دعوت کننده جامعه و همه آدمیان هستم به سوی هر آنچه که این آدمیان را پرورش میده، بالا میبره و نجات میبخشه و رستگار میسازه، و این رحمت من که از ناحیه خداوند و مؤید به تعییداد الهی است شامل همگان خواهد شد. و به همین جهت در ادامه دعا میکنه پروردگارا جامعه انسانی، امت من، الان قوم بعض وقتا یک واحد کوچک است و در ادبیات دینی هم به معنای جامعه هم آمده است. شما در نهج البلاغه وقتی که حضرت امیر سلام الله علیه تحلیل میکنه و به تصویر میکشه وضعیت جامعه را، حتی بعد از خودش، بعد از پیمان شکنی ها و قبل از بعثت، میگن وافترقوا القوم علی الجماعه و اجتمعوا علی الفرقه. ویژگی هایش را بیان میکنه، میگه که این جامعه، نمیگه یک قوم خاص، حالا اون زمان قریش بود، عرب و امثال اینها، میگه این جامعه که من در اون قرار دارم یکی از ویژگی هاش اینا است که بر هر چیزی که اینها را همبسته میسازه نسبت به اون اختلاف دارن. عجب. و هر اون چیزی که سبب تفرقه اینا میشه دور جمع و اجتمع الی الفرقه، که جامعه جوامع اسلامی متاسفانه فعلا هم گرفتار این صفته. پس قوم فقط به معنای یک مجموعه انسانی خاصی نیست که در یک جغرافیای خاص زندگی میکنن نیست. حالا مثلا قوم نمیدونم تاجیک، پشتون، عرب، قریش و امثال اینها، میشه در ادبیات دینی به معنای عامترم آمده از در جامعه شناسی هم حالا جایش بحثش نیست فعلا. روی هم رفته پیامبر گرامی اسلام این دعا رو میکنه که جامعه ای که ما در او قرار داریم خداوند اینا رو هدایت بکنه. اینا جمله دیگر که دریغم آمد در اینجا در آغاز بیان نکنم، فرمایش است از حضرت امیر سلام الله علیه وقتی اهل بیت را معرفی میکنن، چون مناسبت یکی از مناسبت ها یکی از اهل بیت سلام پیامبر گرامی اسلام امام صادق سلام الله علیه، میگه یکی از ویژگی های اینها هم عیش العلم و موت الجهل. اهل بیت دارای چی ویژگی هاست؟ میگه اینا کسانی هستند که دانش و علم را زنده میکنند و میراننده جهلن. اگر ما به این ویژگی و خصوصیت ائمه سلام الله علیهم اجمعین نگاه بکنیم میبینیم چه جایگاه بلند و رفیع دارن
و این که به اون مرجعیت علمی اینها بعد از پیغمبر گرامی اسلام تقریبا ثابت شده هست و در جهان اسلام نمی شود روی این خدشه وارد کرد، این ویژگیشان هم عیش العلم و موت الجهل، چه بهتر که آنانی که پیروان این بزرگواران و این خانواده ها هستن اینا را تو جانشان زنده بکنن، اینا وجودشان رفتارشان رحمت را بیرون بدن، دعوت به عواملی که انسان را بالا میبرد و بر تکامل میبخشد از وجودشان تراوش بکنند و مصداق اتم زنده کنندگان دانش و معرفت و میرانندگان جهل بشن. و نکته سوم هم اون استاد معذرت میخوایم اگر اجازه بدین یک میان برنامه ببینیم و بعد نکته سوم شما بشنویم. بسیار ببخشید. بیننده های عزیز و گرامی سپاس از همراهیتان، میان برنامه کوتاه را با هم میبینیم و دوباره ما را همراهی کنید. ای آسمان مبارکت باد این روز و همه روز، چه هدیه ای آورده ای خاک نشینان مفلوک را، این عطر حضور کیست که عرش را به هیجان آورده است؟ ایام بکام ای درخت نبوت و توبای صداقت، شاخه هایت پربار که امروز گل کرده ای به وجود زیباترین مولود هستی، مولود حرم، مولود آستانه عفت و ایمان. میخوانمت به نام تمام زیبایی ها، درود خدا بر تو باد آنگاه که پیشانی ارادت بر خاک نهادی تا شکوه بندگی را به جای آوری. درود خداوند بر تو باد آنگاه که مادر را سلام گفتی و فرشتگان به تحسین جمال بیمثالت پرداختند. درود خدا بر تو باد آنگاه که زمین از نعمت حضورت در کائنات برخوردار شد و آسمان به میزبانی زمین قبطه خورد. درود خداوند بر تو باد آنگاه که خانه دوست آکنده از عطر عاشقانگی ها شد و نجوای نمازت دل از آسمان رو بود. درود خداوند بر تو باد آنگاه که زبان به حمد و یگانگی خداوند گشودی و عطر توحید کوچه های مکه را فرا گرفت. درود خداوند بر تو باد آنگاه که زخم بی شمارت عشق را به تماشا فرا خواند و عاشقانگی از افسانه به حقیقت پیوست. درود خداوند بر تو باد آنگاه که قربت به قصد قربت برگزیدی و برکت وجودت تاریخ را به مبدعی از نور راه نما شد. درود خداوند بر تو باد مادامی که حیات در کائنات باقی است. بیننده های عزیز و گرامی دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید. سپاس از این که در کنار کانون گرم خانواده همچنان ما را همراهی می کنید. مثبت 964-780-255-413 در اختیار شما هست. می توانید گوشی های همراهتان را بردارید. هر سوال و یا هر گونه انتقادات و پیشنهادات دارید از طریق ارسال پیامک در صفحه واتساب ما با ما در میان بگذارید.
ادامه برنامه با وقت بیداری را بیننده هستید و در خدمت جناب استاد مصباح هستیم. استاد سلام مجدد خدمت شما. سلام عرض می‌کنم. سلامت باشین. استاد در بیان نکات زیبای از پیامبر و امیرالمومنین بودیم. دو مورد اشاره شد و مورد سوم دیگر هم که این فضا معطر به زبان هنر بشه راجع به این بزرگواران قطعه مثلا بیت از اشعاری است که من یک شعرش میگم که میگن به معراج برایید چو از آل رسولید رخ ماه ببوسید چو بر بام بلندید. این شعر بسیار پرمعنا و پرمحتواست که اگر از آل رسولید این ویژگی را داشته باشید اون که عرض کردم باید به معراج برایید و زمینی نباشید، در زمین زندگی بکنید ولی زمینی نباشید. و در این رابطه یک بیت از شعر از یکی از اندیشمندان معاصر است راجع پیغمبر گرامی اسلام، میفرماید نه ملک بودی و نه دل خسته ز خاک، ای بشیر ما بشر بودی و پاک. بله، پیغمبر گرامی اسلام ملک نبود اما فراتر از ملک بود، تو خاک زندگی میکرد، از خاک وای نداشت، دل خسته از خاک و زمین نبود، ولی آنچه به جامعه میداد امید بود، بشارت بود، ناامیدی نبود. درود بشیر ما بشر بودی و پاک، در عین حالی که خاکی بود بشارت میدهد، پاکترین آدم روی زمین هم بود. امیدواریم که این اوصاف در رفتار ما و در کردار ما نمود پیدا کنین بوده هایی که در تراث و در میراث فرهنگی ما و در تمدن اسلامی هست در ذهن ما و در جان ما و جهان ما بازتاب عینی پیدا بکنه. اما در خصوص مسئله که اگر خداوند توفیق بدهد ذیل چند جلسه اگر عمر بود به بحث بگیریم، عنوان این است که کارنامه کامیاب پیامبر گرامی اسلام. برای این که ما بتوانیم کارنامه یک فرد، یک دین، یک نظام فکری و اعتقادی را ارزیابی بکنیم و تبیین و تحلیل اقناع کننده و دفاع پذیر از اون داشته باشیم، طبیعتاً باید یک فرمول، یک قاعده باشه. درست. شما وقتی میگید که اسلام به عنوان یک دین دارای این ویژگی ها و قابلیت هاست، خب من چگونه این ارزیابی بکنم؟ باید یک معیار سنجی باشه دیگه. بله، یک معیار سنجش وجود داشته باشه که با اون معیارها بتوانیم به طور روشن‌تر تحلیل بکنیم و به نتایج برسیم. درست. این بسیار مهمه. وقتی ما شخصیت های دینی فراوان داریم، خب در رأس این شخصیت ها در اون نوک قله رسول گرامی اسلام، در این هیچ تردیدی نیست و هر که بعد از اون آمده از خرمن و خرگای این بزرگوار به اندازه ظرفیت خودشان چیدن و جان خودشان را گسترش بخشیدن و به جهان و جامعه خدمت کردن. طبیعتاً ارزیابی هم تو شخصیت هم بسیار مهم، هم کار سنگینی است و پیشاپیش به ذهنش نمندگان این اشکالی و ایراده که از سر محبت است به وجود نیاید که بگه خب شما آقا چی کاره اید، در چه قد و قواره اید که میخواید این کارنامه را ارزیابی بکنید. بله، کار کار دشواری است ولی لازم هست. و باید ما به عنوان یک مسلمان به قدر تشنگی باید چشم باید این کارنامه را ببینیم. واقعا که شما وقتی میگید دین ورزی ما و دینداری ما باید محققانه باشه و به این شخصیت ها که در واقع دین را به ما آورده و دین را از اونها گرفتیم، خب باید ارزیابی بکنیم که اینا کامیاب بودن، ناکام بودن، ناکامی به چه معناست، کامیابی به چه معناست. بنابراین ما در علوم مختلف یک سنجه های یا معیار های یا قاعده برای ارزیابی داریم. من سه تا قاعده را اسم میبرم، مفردات این قاعده را تا این جلسه اگر فرصت شد بحث میکنم، وانگه اگر عمر بود تطبیق اینها را در پیامبر گرامی اسلام و رفتارشان و سیرهشان دنبال خواهیم کرد. و اون سه قاعده اینه:
یکی از قواعد و معیارها، البته میشه خب از زوایای مختلف در علوم مختلف هر کسی ممکنه یک قاعده برای این سنجیدن برای خودش ایجاد بکنه، بله، ولی من به نظر خودم این سه تا قاعده را در نظر میگیرم و با این سه قاعده پیش میرم. یک مسئله، یکی از قواعد این است که تبدیل دارایی به ثروت، ثروت به سرمایه. ما سه تا مفهوم داریم: دارایی، ثروت و سرمایه. اگر یک دینی و یک شخصیت دینی رو میخواییم ارزیابی بکنیم، ببینیم تو کارنامه این شخصیت دینی چی هست، چه دارایی هایی را در اختیارش بوده و این دارایی را تبدیل به ثروت کرده و ثروت ها را تبدیل به سرمایه کرده. چون اگر تو این فرایند فقط دارایی های موجود را داشته نتوانسته از بیرون همیش یک چیز به نظر میرسه، حالا توضیح میدم یک چیز نیست. به این خاطر عرض کردم که هر یکی از این مفردات باید تبیین بشه که در جلسات بعد من میرم. این یک قاعده است، تبدیل دارایی به ثروت، ثروت به سرمایه. قاعده دوم، هر جامعه بعد از این که سرمایه در یک جامعه تبدیل شد، ما سرمایه های گوناگونی داریم، اما برای ساماندهی حیات جمعی چند سرمایه کلیدیه. یکی سرمایه مالی مادیه، یکی سرمایه انسانیه، یکی سرمایه اجتماعی، و مهمتر از همه این سرمایه های مالی مادی، سرمایه انسانی، سرمایه مذهبی و امثال اینها را همسوسازی این سرمایه هاست. درست، همسوسازی این سرمایه هست. این هم بعدا در ادامه روشن‌تر خواهد شد. این دو قاعده. قاعده سوم برای ارزیابی و سنجش یک نظام، یک میراث، یک شخصیت، مسئله ما سه تا مفهوم داریم: قدرت سخت، قدرت نرم و قدرت هوشمند. ایجاد و تولید قدرت سخت، تولید و تقویت قدرت نرم و تبدیل قدرت سخت به قدرت نرم، که از این فرایند تبدیل ما اسم میبریم به قدرت هوشمند، که یکی از مشخصات و مؤلفه های پیامبر اینه. یعنی ما اگر میخواییم این کارنامه را بخواییم ارزیابی بکنیم، ببینیم که در کارنامه این بزرگواران قدرت سخت به چی معناست، چقدر تولید کردن، تقویت کردن، قدرت نرم چی بوده و چگونه مهمتر از این قدرت سخت تبدیل به قدرت نرم نموده. این سه تا قاعده و هوشمند سازی. بله. پس ما الان برای ارزیابی سه قاعده معرفی کردیم. یعنی شما می توانید با این قاعده یک میراث را، یک فرهنگ را و یک نظام اعتقادی و فکری را و حتی شخصیت ها را ارزیابی بکنید. خب قبل از اینه که من حالا وارد بشم بگم این کارا را کرد پیغمبر گرامی صلی الله علیه و آله، خب طبیعتا این قاعده فعلا مبهمه. قاعده ها بیشتر باید روشن بشه. شما ببینید، میگید پیشتر عرض کردید، گفتید دارایی، ثروت، سرمایه یکیه. بله، در ذهن عموم یه مردم یه شخصیت دارای ثروتمند مایه داره. بله، در ذهن عموم مردم اینا یکیه، ولی در عالم واقع و از لحاظ تحلیل علمی اینا با هم متفاوت. بله. شما یک دانشی را در نظر بگیرید، مثلا ما طبیعیات داریم. بله، علوم طبیعی یا فیزیکی که در گذشته ها بوده، در 1000 سال جلوتر، 500 سال جلوتر در فرهنگ اسلامی. درست. یا دانشمندان شما در گذشته داشتید، خب در همون عرصه ها. امروز اینا در واقع دارایی هن. یا شما به صورت ملموستر از بکنم، شما یک زمینی دارید که این زمین کشت نمیشه، مواد مرده، هیچ استفاده ای نداره. آره، هیچ استفاده ای نداره. این زمین نمیگه از هیچ بهتر از در بین مردم. خب این زمین در این حال اگر باشه میشه دارایی برای اون فرد یا برای بله زمین یک جامعه. داره میشه دارایی. اما اگر این زمین تبدیل بشه به یک محل سکونت و قابل انتفاع بشه، بله، میشه چی؟ ثروت. به این میگن ثروت.
اما اگر فراتر این منزل مسکونی، فراتر از سکونت که یک انتفاع خاص هست در فرایند تجارت، بله، و در فرایند فعالیت‌های اقتصادی ارزش جدید ایجاد یک بکنه، یک مرکز تجاری بزنه روی زمین، ارزش جدید ایجاد بکنه به حسب محل کارش یا اعتباری که ایجاد کرده یا تغییراتی که در کاربریش ایجاد شده، یا در نظام اقتصادی ارزش جدید ایجاد بکنه میشه سرمایه، یا همون دانشمند و دانشه. شما مثلا در گذشته علومی داشتید، خب این علوم امروز هیچ کاربرده نداره. این علوم فعلا وقتی بهش نگاه میکنیم صرفا چیه؟ داراییه. یا دانشمندانی که در گذشته بوده و امروز هیچ بهره از اون نمیتوانیم ببریم. حالا یک بار این است که محصولاتش قابل استفاده امروز نیست، یک بار نه این چنین نیست، سیستم و ساختار طور است که از اونا استفاده نمیشه. خب میگه شما تمدن اسلامی در قرن دوسه دارید، چی شخصیت هایی دارید؟ خیلی خوب داریم. خب اگر فقط به امین نگاه بکنید اون دانشمند را یا اون دانش ها را، میشه دارایی. درست، اینا دارایی یک ملت، دارایی یک فرهنگ. اما اگر از دانش اون امروز استفاده ببرید و انتفاع قابل انتفاع بشه، میشن چی؟ ثروت. اما اگر این دانشمند اندیشه هایش، افکارش، اختراع ایجاد بکنه، بنیاد برای یک تغییر در ساختار و امثال اینها بشه، اینجا ارزش افزوده برای یک ملت ایجاد میکنه، ارزش جدید به وجود میاد. این شخص و این دانش تبدیل میشه به چی؟ به یک سرمایه. چون سرمایه حالت زایش داره. شما به کالا، به خدمات، به هر چیز، وقتی میگی سرمایه که قدرت زایشه، کالا، خدمات، یا در قلم رو به خود یک امر جدیدی را داشته باشه. بیننده های عزیز و گرامی، از همراهیتان تشکر میان. برنامه کوتاهی را با هم میبینیم و دوباره ما را همراهی کنید. پق می گشاید فرزند زیبا چشم ام فروه، فرزند آن شکافنده‌ای که دانش زانوی دانستن در مکتب او به زمین سایید. فرزند اوست وارث نام اعظم که امروز تابید جعفر است. این مژده فرخنده پیغمبر است. باد شمیم درک و عرفان را از اقیانوس چشمهای او آورده است. فرزند زیبا چشم ام فروه چشم گشوده است، از جهانی دل رو بوده است. می آید امامی که بر قله سترگ دانش خواهد ایستاد و جاهلان عصر را صلا خواهد داد. می آید امامی که در عصر استبداد و جهل کشتیبان تنها سفینه حقیقت تشیع علوی خواهد شد، تا در گرداب دینشویی امویان و عباسیان سرگردان نماند. می آید امامی که عظمت فقه جعفریش راه گشای بنبست های فکری خواهد شد و به پرچم سبز تبارش اعتباری پایان ناپذیر خواهد بخشید. می آید تا باید بیزایی دانش پیروان نور را به سرمنزل مقصود راهنما باشد. حضور حضرتش فرصتی زیبا و قسمتی زیباتر از تقدیرات الهی در سرنوشت ماست. مقدمش گلباران و نام عزیزش قرین صلوات من باد.
شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد، شعر اگر از تو نگوید همه عصیان باشد، زنده در گور غزلهای فراوان باشد. نظم افلاک سراسیمه به هم خواهد ریخت، نکند زلف تو یک وقت پریشان باشد. سایه ابر پی توست دلش را مشکن، مگذار این همه خورشید هراسان باشد. مگر ایجاز جز این است که باران بهشت زادگاهش برهوت عربستان باشد. چه نیازی است به ایجاز؟ نگاهت کافی است تا مسلمان شود انسان اگر انسان باشد. فکر کن فلسفه خلقت عالم تنها راز خندیدن یک کودک چوپان باشد. دوباره سلام عرض می کنم خدمت شما و خیلی خوش آمدید و از همراهی مستمرتان سپاسگزارم. همچنان ادامه برنامه وقت بیداری را بیننده هستید و در خدمت جناب استاد مصباح هستیم. استاد سلام مجدد. در بیان قواعد و معیارات بر سنجش کارها و کامیابی ها و موفقیت ها بودیم. ببینید ما سه تا قاعده یا سه تا معیار و اصل را بیان کردیم برای سنجیدن کارنامه یک میراث، یک نظامی، یک شخصیتی. برای اینکه روشن بشه قواعد، حالا گفتیم مفرداتش را باید توضیح بدیم که منظور چیه. بنابراین ما تا جای توضیح دادیم که بین دارایی، ثروت و سرمایه تفاوتی هست. دانشی که فقط در دانشگاه‌ها یا در حوزه‌های علمیه در طول 400-500 سال تدریس بشه که ما گرفتارین این دیگه، حالا متون مال 500 سال 600 سال های پسر هم تدریس میشه و استاد خیلی مسلط میاد تدریس میکنه، این ثروته. منبع از قدیم، منبع همش از قدیمه. تمام ظرفیت و قابلیت یک فرد این است که همین متن خوب تدریس بکنه، یعنی این دانشه. این دانش در تا این حالت اگر حفظ بشه یا یک شخصیت این مقدار ظرفیت داشته باشه، خب این میشه ثروت، یعنی قابل انتفاع ازش استفاده میبرن. اما اگر این شخصیت یا این دانش یک زایش داشته باشه، نظریه جدید ارائه بکنه، مفاهیم جدید را، اختراع و خلاقیت را به وجود بیارد که مرز علم را گسترش بده، درود بر شما، مرزهای علم رو وسعت ببخشه، تولید اندیشه بکنه، بله، یک چیزای جدیدی بیاره، بله، در این صورت اون علم، اون دانشمند از حالت ثروت بودن تبدیل میشه به سرمایه. و این برای جوامع ما بسیار بسیار تو دنیایی که امروز سرعت تغییر و دگرگونی گشت خیلی سریع شده، بله، وقتی ما نتوانیم، بله خوبه ثروت خوبه، ولی اگه ثروت همینطوری ثروت به من تبدیل به سرمایه نشه، گره از مشکلات را باز نخواهد کرد. بدتر از اون که در حالت دارایی بمانه. ببینید یک تحقیق یک زمان آقای صورت گرفته بود، میگفت برخی از کشورهای جهان سوم میزان زمینی که در اونجا وجود داره خیلی فراوانه، ولی این زمینشان یا دارایی یا ثروت تبدیل به سرمایه نشده. چرا؟ به خاطر این که شما همین ساختمان ها رو ببینید، پاساژ ها رو ببینید، املاک رو ببینید، اگر سند ملکیت در یک جامعه نخورد، در یک نظام حقوقی، خب این ساختمان، این پاساژ، این زمین وقتی سند ملکیت نداشته باشه در روند معاملات ایجاد بهره‌وری نمیکنه، ایجاد ارزش افزوده نمیکنه. چرا؟ شما میرید بانک میخواهید وام بگیرید، میخواهید گفتیم وام رو در یک فعالیت تولیدی قرارش بدید، یا این وام رو تجارت را بندازید تا بهره‌وری را بیشتر بسازه، سرمایه را به اصطلاح اون کالای راکد را در به حرکت در بیاره. خب حالا اگر در جامعه باشید که 90% یا 80% منابعش از لحاظ حقوقی اعتبار حقوقی پیدا نکرده باشه، سند مالکیت به تعبیر برایشان روشن نشه، خب وقتی به مراجع مراجعه میکنید میگه که خب شما این مقدار وام بدید یا این اعتبار رو برای من بدید که من یک فابریکه به تعبیر ما یک مؤسسه تولیدی بزرگ رو ایجاد بکنم که 5000 نفر رو مشغول بسازه، از چی دانشگاهی، چی امور عادی و امثال اینها، این مردمی که کلش میشه دارایی، مردم حتی میشه در اون حالت دارایی هن.
تبدیل بشه به ثروت، تبدیل بشه به سرمایه ارزش افزوده، ارزش جدید ایجاد بکنه. خب میگه خب آقا شما این سند مالکیت ندارید، با اسناد عادی این کار نمیشه. وقت نشه روی زمین مردم که آره. نمیتونه این بسرده. زمین، این ساختمان، اینا که جز عوامل تولید هست در نظام اقتصادی، در اون حالت دارایی و در خوشبینانه ترین حالت ثروت باقی میمونه، یک قابل انتفاع خاص هست، اما ارزش جدید ایجاد نمیکنه. برای اینکه ارزش جدید ایجاد بکنه باید از لحاظ حقوقی سند مالکیت برای اینا صادر بشه، روند تعیین بکنه. حقوق مالکیت فکری هم نسبت به پاره کارهای فکری هم اینطوری هست، ایجاد بشه تا این اعتبار جدید به وجود بیاد. درست. ارزش افزوده. دانش هم اینطوریه. وقتی شما علم را دارید، دانش را دارید که این دانش شما فقط به درد این میخوره که یک نسل را برش بگید، اما مرز دانش را گسترش نمیده، تولید فکر نمیکنه، تولید اندیشه نمیکنه، هیچ نظریه پردازی و نوآوری از اون بیرون داده نمیشود. خب اینها چی هست؟ اینا همه میشه ثروت، دیگه سرمایه نشده، باید تبدیل به سرمایه شد. پس ما میبینیم که فرق است بین دارایی، ثروت و سرمایه. امیدوارم روشن شده باشه برای عزیزان. بله، تا جای انشاءالله برای بیننده هم روشن شده باشه. قایده سال خوبی بود. سه تا سرمایه داریم ما، سرمایه انسانی داریم، سرمایه مالی مادی داریم و سرمایه اجتماعی. ببینید شما وقتی میگید سرمایه مالی مادی، خب منابعی که در یک کشور وجود داره، موقعیت جغرافیایی که یک کشور داره، پول نقدی که یک فرد یا یک ملت داره، اینا همه و همه چیه؟ جزء سرمایه های مالی و مادی است. تجهیزات، امکانات، منابع و امثالی. سرمایه انسانی وقتی سخن میگیم، معمولا سرمایه انسانی با سه تا مؤلفه معرفی میشه، یعنی دانش است، مهارت، سلامت. یعنی هر قدر در یک جامعه نیروی انسانیش، سطح دانشش بیشتر باشه، یعنی دانش بین اینا توزیع و تنشیر شده باشه، شما یک بار در جامعه مثلا 30 میلیونی، 25 میلیونیش تحصیل کرده، خب بسیار دنیای زیبایی خواهد بود اونجا. یعنی در واقع سرمایه انسانیش بالایه. خدماتی که برای سلامت اینا ارائه میشه بالای، فرض کنید 80-85% و اینها به اساس نیازهای روز مهارت‌های مختلفه. حالا هنر است، مهارت زندگی است، مهارت ارتباط برقرار کردن، مهارت در امور کاری است. اینها رو به طور بروز دارن. خب طبیعتاً تمام نیازها رو طور اینجا یک سرمایه انسانی خوبی در اونجا وجود داره. برعکسش این سرمایه انسانی اینجا کمه. اینا میشه سرمایه انسانی. یک بار سرمایه اجتماعیه. بله. سرمایه اجتماعی از اون دو تا سنخ نیست، قابل وارد کردن نیست. مثل پاره از سرمایه بر اساس استفاده بیشتر کاهش پیدا نمیکنه، بلکه هر قدر استفاده بشه زایش داره. اون سرمایه چیه؟ بعضی ها تعبیر میکنن هفته وحدت هم هست، میگه وحدت و انسان. من الان در جاشبه بین وحدت و سرمایه اجتماعی تفاوت. وقتی میگیم سرمایه اجتماعی، برای روشن شدنش یک مثال عرض بکنم. شما در درون یک خانه وادر لحاظ بکنید 5-6 تا خواهر و برادرن، یک فامیل 10 نفرن. اینا سرمایه خوب دارن، یک خانواده سرمایه مالی مادی خوب دارن، سیار. همه تحصیل کرده در رشته های مختلف، مهارت های خوبی هم دارن، اما هر روز درگیرن. برای خود که هدف گذاری میکنن، برنامه ریزی میکنن، نمیتونن به اون هدف برسن. به نظر میاد اینجا در با وجود که سرمایه انسانی هست، سرمایه مالی هست، یک سرمایه مفقوده. اون سرمایه چیه؟ سرمایه اجتماعی. سرمایه اجتماعی عبارت از اون توانایی جمعی یک مجموعه انسانی برای دستیابی به منابع و اهداف و مقاصدشان. یعنی وقتی یک مجموعه بتونن کار جمعی رو کنار هم انجام بدن، این سرمایه اجتماعی به وجود، سرمایه اجتماعی برونگراست، سرمایه اجتماعی درون گروهی است یا بیرون گروهی، کنار به مناسبت توضیح خواهیم داد. خب مثل جامعه افغانستان خود ما، تو این 20 سال اخیر سرمایه های مادی تا حدود افزوده شد، سرمایه انسانی رشد پیدا کرد، اما هر قدر اینا رشد کرد، جامعه از هم گسست، گرفتار گسست اجتماعی بودیم، گرفتار ناهمبستگی شدیم، مردم ما نتونستن کنار هم بتوانن اهداف را که برای خودشان ترسیم کرده، اینها را به طور جمعی به سمت اون اهداف برن.
بنابراین وقت از سرمایه اجتماعی سخن میگیم، این سرمایه اجتماعی توانایی جمعی یک جامعه است برای رسیدن به اون اهداف مشترک که موجب تسهیل دستیابی جامعه به منابع و امکانات میشه. بسیار خب این در بحث بسیار زیبا و شیرین استفاده میکنیم، به جای حساس هم رسیده. ولی خب وقتی را که داریم ناچار به هستیم که باید مراعات بشه، دو دقیقه دیگه وقت داریم در خدمت شما هستیم. پس بنابراین در اینجا ما سرمایه اجتماعی ما مفقوده یا ضعیفه، مثل گفتم جامعه خود ما. به همین جد وقت سرمایه اجتماعی مفقود بود، سرمایه مالی مادی و سرمایه انسانی کارکردش رو به فروهش میگذاره، بازدهی نداره. بنابراین ما برای یک جامعه، برای یک ملت، در کنار سرمایه مالی مادی، سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی که به گونه سرمایه همسوساز دیگر سرمایه هاست که اونا رو بهرویرش بالا میبره، لازم داریم. مدیری که بتواند این کار رو بکند یکی از مدیرهای موفقه. راجع به پیامبر گرامی اسلام بعدن بیان کردیم، میگه یکی از معجزاتش همین بود که در جامعه به شدت متفرق و متکثر تانست اینها رو جمع بکنه، یک وحدت به وجود بیاره. پس این میشه قاعده دوم. قاعده سوم، حالا نمیدونم میرسیم یا نه، شما یک قدرت سخت دارید، یک قدرت نرم دارید. وقتی ما از قدرت سخت سخن میگیم، این تیکه رو بگم اگر نرسیدیم بعد این قاعده رو هفته بعد توضیح باشه برنامه بعدی. بله، قدرت سخت، یک بار منظور از قدرت سخت این قدرت نظامی است، قدرت اقتصادی است، منابع و امثال این است. یک تصویر از قدرت سخت اینه، یک تصویر از قدرت سخت این است که یک فرد، یک مجموعه، یک جامعه برای رسیدن به اهداف خودش و تغییر خواست شما، تغییر خواست و اراده افراد و جامعه، از عامل زور، اجبار، تهدید، تنبیه استفاده بکنه، میشه قدرت سخت. پس قدرت سخت دو تا صورت و سیما داره، یکی به معنی همین قدرت نظامی، هیکل درشت، منابع و امکانات مالی، سخت افزاری که یک ملت داره. یک بار قدرت سخت اینا نیست، قدرت سخت این است که یک جامعه، یک فردی، یک رهبری، یک دینی برای اینکه پیرو پیدا بکنه، برای اینکه شما رو به سوی اهداف خاصی که خودش میطلبه شما رو هدایت بکنه، با فشار، با زور، با جبر، با تطمیع میل شما را، اراده شما را، خواست شما را، اولویت های شما را به اون سمت تغییر بده و شما را هدایت. این میشه قدرت سخت به دو تا معنا. سیار عالی، خیلی تشکر. انشالله باشد اگر فرصت بود زنده بودیم و عمر اجازه داد، در برنامه‌های بعدی حتما در خدمت شما خواهد بودیم و استفاده لازم را خواهد کرد. انشالله خیر و سلامتی بعد از راهتان باشه و تشکر از حضورتان. من به صد منت و خواهش ز خدا خواستم که در این ساعت خیر مرغ آمین به سراغت آید و دعای که تو بر لب داری به اجابت ببرد. هر کجا ذکر خدا بود تو را یادم هست، هر کجا یاد خدا بود مرا یاد آور. بیننده های عزیز و گرامی، سپاس از اینکه تا این دم با ما همراه بودید. این بود برنامه امشب به وقت بیداری که تقدیم حضور گرم شما خوبان گردید. تا برنامه بعد همه تان را بر الله پاک به همتا می سپارم. ایام به کامتان، وقت خوش، خدا نگهدار.